با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا میدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. ریحان پارسا از عرش به فرش رسید. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگولارم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. ریحانه پارسا با انتشار یک استوری جنجالی نوشت: خیلی جالبه، از 18 سالگی تا الان هیچ کمک و هیچ توقعی جز از خودم از گذروندن زندگیم نداشتم. دیروز همه پولام تموم شد و باز اولین قدم برای خرج زندگی فروختن موبایل و لپتاپه. صبح که چشامو باز کنم توپترین حس دنیا رو دارم. شاید براتون جالب باشه بدونید که آخرین نگاه اولین فیلم ریحانه پارسا بعد از مهاجرتشه. این فیلم که آخرین نگاه نام داره اثری از اشکان مستیه و به زودی منتشر خواهد شد. آخرین نگاه محصول مشترک ایران و ترکیه است که با به اتمام رسیدن مراحل فنی برای جشنواره‌های خارجی آماده پخش خواهد شد. دیوا یا همون ریحانه پارسا بازیگر جنجالی کشورمون و عارف اسلاملو بازیگر اصلی ترکیه‌ای بازیگران اصلی این فیلم هستند. در خلاصه داستان این فیلم اومده: آخرین نگاه تو آخرین نفس من بود، آخرین اشک من آخرین لبخند تو بود. ظاهراً حواشی ریحانه جون تمامی نداره و ریحانه پارسا شب گذشته در جدیدترین اقدام خودش برای جذب فالوور بیشتر و بالاخره رونمایی از استعدادهاش شروع کرد، یهو موهاشو کچل کرد و همه رو شوکه کرد. خب البته این اولین باری نیستش که ریحانه دست به کارهای این شکلی میزنه. ریحانه قبلا هم دست به همچین کارهایی زده و خب یکم اینجور کارها از ریحانه دور از انتظار نیستش. ریحانه پارسا گفته که من تموم شدم، یه بار منو کشتن ولی حالا من خودم تموم شدم و دارم میمیرم. ریحانه پارسا در سوالاتی که فالووراش ازش پرسیده بودن، در پاسخ یکیشون که گفته بود ریحانه چه خبر، گفت نزدیک به 4 ماه میشه که پیج من رفت و من کوچکترین تلاشی برای بازگشتش نکردم. همه یه مدت هر بار که با پیج جدید فعالیت میکردم میخواستم این من تازه متولد شده رو رشد بدم. همین باعث شد کم کم نگاه هم عوض بشه. اما قرار دوباره برند لباس و کیف و کفشی که قبل مهاجرت در حال انجام بود رو راه بندازم. منتظر خبرهای خوبی باشید که تو راهه. حتی یکی از فالوورهای ریحانه از ریحانه سوال کرده: ریحانه دیگه وقتش نیست یه فیلم سینمایی تو ترکیه بازی کنی؟ ریحانه در پاسخ گفته: انقدر حق دارید که من هیچ حرفی ندارم بزنم، اما قبول کنید تنهایی پروژه سینمایی راه انداختن نیاز به پیش زمینه های زیادی داره، اما قول میدم که در حد توانم به بازیگری برگردم خیلی زود. حتی یکی دیگه از فالوورهای ریحانه از ریحانه سوال کرده: ریحانه امروز چقدر مهربون و سرحال شدی؟ ریحانه در پاسخ به این فالوورش گفته: یعنی شما از درگ‌بازی های روزانه من بی اطلاعید؟ من که همیشه همین شکلیم. ریحانه در افشاگری‌های زندگی شخصی خودش گفته: من از بچگی نقطه ضعفم کمک گرفتم بود، هنوزم همینم. تو سخت‌ترین لحظه‌هام یادآور خودم میشم که بی‌توقع از محیط اطرافم بودم. من دستم و رو زانوهام گذاشتم و بلند شدم، همون زانوهایی که بغلشون میکنم وقتی گریه میکنم. اگه زانو دارید قدرشو بدونید، بدونید تنها دارایی واقعی شما، تنها دوست شما زانوی شما هست. از ریحانه پرسیدن: ریحانه چرا انقدر لاغر شدی؟ ریحانه گفته: روزی 3 لیتر آب مصرف میکنم. همچنین یکی از فالوورهای ریحانه پارسا از ریحانه پرسیده: پارسا جان شما تبلیغات هم انجام میدی؟ ریحانه در پاسخ گفته: اگه خیلی بی ربط به من نباشه بله. اما نظر ریحانه پارسا در مورد خبر کذب درگذشتش که در رسانه‌ها منتشر شده این چنینه. ریحانه پارسا در این خصوص گفته: گفت تو اون مملکت و خبرنگاراش که این چنین با خبر کذبشون من و مردم سر و کار گذاشتن. خب حالا بگید ببینم جسدمو پیدا کردین؟ اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به جزئیات بیشتری از خبر درگذشت ریحانه پارسا. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید.
بعد از ساعت‌ها بیخبری از ریحانه، پارسا بار دیگه ریحانه جون همه رو شوکه کرد. ریحانه پارسا زنده است و بسیاری از فالوورهای خودش رو خوشحال کرده و از طرفی بسیاری از فالوورهاش ازش انتقاد کردن که چرا برای جذب فالوور انقدر دل مردم رو میلرزون و با روح روان مردم بازی میکنه. ریحانه در جدیدترین استوری خودش نوشته، یعنی یه مشت آدم بیکار توی کلاب هاوس دارن گوه میخورن، یعنی برای جذب فالوور چه کارایی که نمی کنن. حالا میام توضیحات کلی رو میدم. بیاین استوری بعد یه نکته دیگر رو در ادامه بگم. ریحانه پارسا در ادامه و در استوری بعدش نوشت، من دیشب استوری گذاشتم لیست های کارهای قبل از مرگ. الان این چه ربطی به مرگ داره؟ واقعا این خبرها رو از کجاتون در میارید؟ اون فقط یه استوری سوالی بودا. ریحانه پارسا با انتشار این استوریاش به فهم و شعور فالوورهاش توهین میکنه، در حالی که خودش میدونه داره چی کار میکنه و همه این کاراش برای جذب فالوور بوده تا اینطوری نشون بده که داره میمیره و داره خودکشی میکنه. خب این کار همیشه گیشه که سر فالوورهاشو گول بزنه. اما در ادامه با انتشار یک استوری دیگه اومد، با انتشار یک عکس در کنار چند تا مرد و یه تیم قوی نوشت، تیم قوی. ظاهرا ریحانه پارسا یه ساعتی که غیبش زده بود و همه میگفتن اووردوز کرده و خلاصه جان به جان آفرین تسلیم گفته، نگو داشته با تیم قویش یه کارایی میکرده که همه رو شوکه کنه باز. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم با حاشیه ها و جنجال های مرگ و خودکشی ریحانه پارسا که همه رو سورپرایز و شگفت زده و خیلی ها رو متاثر کرده. لطفا تا آخر این ویدیو با جنجال های امروز ریحانه پارسا همراه باشید. مرگ ریحانه پارسا در استانبول جنجال به پا کرده. خودکشی، قتل یا شایعه؟ شنیده ها حاکی از اون هستش که صبح امروز ریحانه پارسا در ترکیه به قتل رسید. پایگاه اطلاع رسانی اخبار معاصر این خبر رو انتشار داد و همزمان با آن شاهد اتاقی در کلاب هاوس بودیم که مرگ و خودکشی ریحانه پارسا رو به بحث گذاشته بودند. ریحانه پارسا بازیگر مشهور و جنجالی این روزهای شبکه‌های اجتماعی بود که بعد از مهاجرتش همیشه ویدیوها و عکسای برهنه از خودش منتشر کرده بود و باعث حاشیه‌سازی بسیاری از خودش شده بود.